آیا تا به حال چیزی در مورد مجموعه شرکت‌های علی بابا شنیدی؟ امکان داره این اسمو چندین بار شنیده باشی، اما الان بیشتر به علی اکسپرس مشهوره. مجموعه شرکت‌های علی بابا یه فروشگاه اینترنتی چینیه که پاسخگوی نیاز میلیون‌ها نفر آدم در سراسر دنیاست. این فروشگاه یکی از 3 فروشگاه بزرگ اینترنتی دنیا به شمار میره و تونسته خودش رو در ردیف شرکت‌های اینترنتی بزرگی مانند آمازون و ایبی قرار بده. درآمد این شرکت حتی از درآمد کشورهایی مانند سوئد و لهستان و نروژ و همچنین اتریش بیشتره و قیمتش در بازار در حدود 345 میلیارد دلار تخمین زده شده. مالک این امپراتوری بزرگ که بیش از 22 هزار کارمند را در خودش جای داده، یک نابغه چینی به نام جک ما هست. مقدار فروش سالانه مجموعه شرکت‌های علی بابا در حدود 170 میلیارد دلاره و همین فروش بالا جک ما رو به ثروتمندترین مرد چین تبدیل کرده. و البته نباید تصور بشه جک شب خوابیده و صبح با کلی ثروت از خواب بیدار شده، بلکه ثروتمند شدنش داستانی داره که فکر کنم ارزش شنیدنش رو داشته باشه. جک ما در 15 اکتبر 1964 میلادی در شهر هانگژو در چین به دنیا آمد. وی زمانی که به سن 12 سالگی رسید به یادگیری زبان انگلیسی علاقه خاصی داشت. واسه همین خودش به تنهایی انگلیسی رو یاد گرفت. جک روزانه 40 دقیقه و به مدت 8 سال کامل برای رسیدن به هتلی که در اون به عنوان راهنمای گردشگران به طور مجانی کار میکرد دوچرخه سواری میکرد و این کار رو واسه تمرین زبان انگلیسی انتخاب کرد. جک در مصاحبه‌ای که با روزنامه نیویورک تایمز داشت گفت: چیزایی که در مدرسه و کتابا یاد گرفتم با چیزایی که از گردشگرا یاد گرفتم خیلی متفاوته. وی 2 مرتبه در امتحان ورودی دانشگاه رد شد و سرانجام وارد دانشگاهی شد که از نظر او بدترین دانشگاه شهرش بود. جک پس از به پایان رسوندن تحصیلات دانشگاهی 5 سال تمام با حقوق ماهیانه 120 یوان یعنی چیزی معادل 12 تا 15 دلار در ماه به تدریس زبان انگلیسی مشغول شد. این حقوق ماهیانه ناچیز و بخور و نمیر جک رو بر این داشت تا در جستجوی منابع درآمد دیگری باشه. جک در سال 1995 میلادی به شهر سیاتل امریکا رفت تا در اونجا به عنوان مترجم مشغول به کار بشه. جک در یک مصاحبه جدید تلویزیونی خاطر نشان کرده که او 30 مرتبه تقاضای کار کرده بود و جواب رد شنیده بود. وی تقاضای کار در پلیس رو داد، اما بهش گفتن تو به درد این کار نمیخوری. به گفته جک زمانی که در یکی از شعبه های مجموعه رستوران های کنتاکی در چین افتتاح شد، 24 نفر درخواستشان واسه کار در این رستوران رو تقدیم کردن، 23 نفرشون قبول شدن اما منو رد کردن. همچنین او تقاضای پذیرش در دانشگاه هاروارد رو داد ولی 10 مرتبه رد شد. در اولین سفرش به ایالات متحده امریکا دوستانش اونو با اینترنت آشنا کردند و جک گفت که در اون موقع واسه اولین مرتبه در زندگیش صفحه کلید رو لمس کرد. اما زمانی که به کشورش برگشت یک سایت اطلاعاتی اینترنتی راه اندازی کرد. این سایت یک راهنما در مورد فعالیت‌های تجاری بود که نامشو گذاشت صفحات چینی. سایت صفحات چینی یک پروژه مثمر ثمر نبود، اما با آغاز سال 1999 میلادی جک 18 نفر از دوستانش را در آپارتمان خودش گرد هم آورد تا در مورد تأسیس یک شرکت تجارت الکترونیک با اونها رایزنی کنه. همه شرکت کنندگان در این جلسه با این ایده موافقت کردند و مبلغ 60 هزار دلار واسه راه اندازی سایت علی بابا جمع‌آوری کردند. جک میگه اون اسم علی بابا را واسه آسون بودن و جهانی بودنش انتخاب کرده، چون همه ملیت ها داستان علی بابا و 40 دزد رو شنیدن. اسم علی بابا باعث شد که این سایت ظرف چند سال اندک از نظر منطقه‌ای و جهانی شهرت خاصی پیدا کنه. با اینکه جک توانست یکی از بزرگترین شرکت های فناوری رو در سطح دنیا راه اندازی کنه، اما جالب بدونید که او در تکنولوژی ماهر نیست و از فناوری های روز تنها چیزهایی که ازش سر در میاره فرستادن و دریافت ایمیل و باز کردن سایت های اینترنتیه.
مجله بیزینس ویک او رو از جمله شخصیت‌هایی میدونه که وقت زیادی واسه سرک کشیدن در اینترنت نداره و واسه پیگیری برنامه‌های تلویزیون‌های آمریکا از دستیارانش کمک می‌گیره. او بیشتر وقت خودش رو صرف بازی‌های فکری و یادگیری طب سنتی چینی می‌کنه. و در سال 2003 میلادی جک سایت اینترنتی تائوباو را راه اندازی کرد تا به عنوان یک رقیب جدی برای سایت چینی ایبی باشه. با فرا رسیدن ماه اکتبر سال 2005 میلادی این سایت 70% از تجارت الکترونیک چین رو به خودش اختصاص داد. جک در اوایل سال 2013 میلادی از پست مدیریت اجرایی مجموعه شرکت‌های علی بابا کنارگیری کرد تا به طور جدی‌تری بر روی قضایای زیست محیطی و آموزشی در چین تمرکز کنه و به ویژه مسئله آلودگی آب و هوا در چین که اونو عامل اصلی وفات والدین همسرش با بیماری سرطان میدونست. شرکت علی بابا کمک‌های مالی رو به اقدامات حمایت از محیط زیست و توسعه سلامت و آموزش اختصاص داد. جک ما با خانم زهانگ یانگ ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج دو دختر و یک پسر بود که یکی از اونها همکنون در دانشگاه کالیفرنیا مشغول به تحصیله. چیزی که شاید خیلی‌ها در مورد جک ما ندونن اینه که او علاقه خاصی به هنرهای رزمی داره. او در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتیش بر این تأکید دارد که ورزش رزمی کونگ فو به شکلی اساسی در مدیریت فعالیت‌های تجاریش تأثیر داشته. به گونه ای که وی ورزش رزمی کونگ فو رو یک چیز ایدئال میدونه که باعث میشه آدم منظم باشه. این میلیاردر چینی با تلاش و کوشش طاقت فرسای شخصی در مقابله با شرایط سختی که با اونا روبرو بود به موفقیت‌های جهانی چشمگیری دست پیدا کرد. تا جایی که جک زندگی خودش رو به عنوان یک معلم انگلیسی ساده شروع کرد و در یک مدت زمان کوتاه توانست از یک معلم با حقوق ماهیانه بخور و نمیر به یک غول در دنیای فناوری تبدیل بشه و ثروتمندترین مرد چین لقب بگیره. واسه یک معلم انگلیسی سابق بد نیست که ثروتش به 22 میلیارد دلار برسه و اسمش به عنوان ثروتمندترین مرد چین ثبت بشه و در میان ثروتمندترین افراد دنیا رتبه 34 کسب کنه.